هر روز که از عمر حکومت خامنه‌ای میگذره جمعیت زیر فقر افزایش پیدا میکنه که این محصول سیستم فاسد حکومتیه که توان خروج از بحران‌های لاعلاج رو به دلیل سیاست‌های ضد مردمی و ضد ایرانیش نداره. در چنین شرایطی خامنه‌ای 9 اردیبهشت در گفتگو با جمعی که اونها رو کارگر مینامید گفت با های و هوی البته از پول‌های بادآورده حرفایی زد. هدف خامنه ای از طرح این موضوع چیه؟ آیا اذعان به فساد نهادینه شده مشکلی از خامنه ای حل میکنه؟ همراه هستیم با آقای حمیدرضا زعیمی. با سلام به شما آقای زعیمی، ممنون از حضورتون در این برنامه. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ایران آزادی. درود بر شما. بریم سر سراغ سوال اول. چرا خامنه ای به فساد نهادینه شده در رژیمش اعتراف میکنه؟ هدف خامنه ای از اذعان به فساد نهادینه شده در حکومتش چیه؟ قبل از هر چیز باید بگم که این صحبت خامنه ای مصداق ضرب المثل نعل وارونه زدنه. یعنی عمده هدفش این که میخواد رد پای خودش رو به عنوان عامل اصلی تمام بحران‌های اجتماعی اقتصادی تو جامعه پاک کنه، در که خامنه‌ای به عنوان بالاترین نهاد در حاکمیت در تمام انتخابات تا تصمیم‌های ریز و درشت نقش تعیین کننده داره. فکر نمی‌کنم جای شک و بحثی هم روی این موضوع وجود داشته باشه. اما اگه بخوام به طور خاص جواب شما سوال شما رو بدم، باید بگم خامنه‌ای از اذعان به فساد نهادینه در نظامش در شرایط کلی دو هدف رو دنبال می‌کنه. اول، با توجه زوم شدن مردم روی شخص خود خامنه‌ای به عنوان سرمنشأ و اصلی ترین عامل تمام بحران ها و تضاد ها در جامعه، با شاخص اینکه تمام اعتراضات به سرعت با شعارهای مثل مرگ بر خامنه‌ای یا خامنه‌ای سهاک میکشیم زیر خاک و غیره کمه میدونیم شروع و شکل میگیره، تا جایی که این ضدیت مردم با او دیگه حتی زبانزد خاص عام نه در صحنه داخلی بلکه در تمام رسانه‌های بین‌المللی هم ذکر میشه. حالا خامنه‌ای با این صحبت‌ها میخواد گناه این بحران‌ها و تمام نارضایتی‌های مردم رو بیاندازه رو دوش عوامل حکومتی خودش، تا از این طریق خودش رو از زیر بار تهاجم و نفرت مردم در ببره، ولو به قربانی کردن مهره‌های نظامش. البته اینو در پرانتز بگم که این کاری که تمام دیکتاتورها در زمانی که شرایط عینی انقلاب به مرحله انفجار میرسه انجام میدن، مثلا در سال 57 دیدیم که شاه خائن چگونه مثلا هویدا نخست وزیر 13 ساله خودشو یا بقیه عناصر نظامی که بهش سالیان خدمت کرده مثل نصیری و غیره رو دستگیر کرد و اونا رو عامل بحران های موجود اون زمان اعلام کرد. اما دلیل دوم اینه که میخواد با مطرح کردن ادعای مخالفت با فساد و این حرفا و غارتگری به اصطلاح با زدن دود ستار این خط استثمار و قارت کارگران رو ادامه بده. همونطور که گفتم به خاطر نقش بیبدیلش در حاکمیت اگر به واقع میخواست خب میتونست به سرعت وارد عمل شه، در که میبینیم نه تنها در این سال چنین نشده بلکه استثمار و سرکوب کارگران با شدت هرچه بیشتر ادامه داره و این حرفا فقط یک پوشش برای قارتگریاشون. بله، حالا آیا با این فرار به جلو که شما گفتین یا همین به قول شما دود ستاری که خامنه ای میزنه میتونه واقعیت هایی که در جامعه به خصوص فقری که وجود داره رو بپوشونه؟ باید قاطعانه بگویم خیر. چرا؟ هرگز دود ستار خامنه ای نمیتونه این واقعیت رو که اجدهای هفت‌سر فساد یعنی شخص خود خامنه ای رو بپوشونه. اونم برای کی؟ برای کارگران که دولت گماشته خامنه ای افزایش حقوق 1402 اونا رو تا ساعت پایانی اسفند ماه 1401 کش داد، بعدم تنها 27% به حقوق ناچیز 6,400,000 تومان اون اضافه کرد، در حالی که تورم 50-75%. حتی به گفته کارشناسان حکومتی خودشون سبد معیشت کارگری دست کم 18 میلیون تومانه، خط فرق بین 16-32 میلیون تومان. خب جامعه 10 میلیون کارگران که نه امنیت شغلی داره نه ایمنی داره نه بیمه داره، قراردادها تماما شده موقت تا هر زمان کارفرما بخواد بتونه با کمترین هزینه و پرداخت حقوق کارگران رو اخراج کنه. خب کارگران، من دیروز یک مصاحبه دیدم توی فضای مجازی، وزیر کار رئیس جلال توی مصاحبه در جواب سوالی که این خبرنگار حکومتی که پرسیده بود
میشه با این میزان حقوق کارگران زندگی کنن؟ پاسخ داده بود اگه کارگران قناعت کنن میتونن با این حداقل حقوق زندگی کنن. ببینید این حرفا نمک پاشیدن روی زخم بسیار عمیق مردم، به خصوص کارگران شریف و زحمتکش این مملکت، کارگرانی که با بازی رئیسی با قیمت ارز برای پر کردن کسری بودجهشون حقوق ناشید حدود 230 دلاری اونها در فروردین 1341 ناگهان به 119 دلار تو همون استان ما تنزل داده شد. کارگران اینا لحظه مره دارن استثمار، بهره کشی، سرکوب با گوشت و پوستشون حس میکنن. نه. مگه با این حرفا میشه روی این درتا و خونه دلها خاک پاشید؟ خیر، حالا تاثیر اعتراف خامنه ای به فساد نهادینه شده در دستگاهش چه تأثیری میتونه در جامعه با وضعیت انفجاری داشته باشه؟ ببینید اذعان خامنه ای به این فساد نهادینه ولو با دود ستار و با جزهای موسک مخالفت با فساد، در شرایطی که جامعه ایران در وضعیت انقلابی انفجاریه، نه تنها تاکید میکنم نه تنها صورت مسئله قیام و سرنگون رو میز خامنه ای بر نمیداره، بلکه بیشتر هم میکنه. چرا؟ اولا مردم بعد از 40 سال زندگی در سایه حکومت با ترفندهای اون به خوبی آشنان، میدونن که این صحبتهایش محتوایی نداره. دوما خامنه ای خودش مالک بزرگترین کارتل های سرمایه‌داری در ایرانه، مثل بنیاد مستضعفان، علوی، 15 خرداد و غیره و غیره که همه میدونن. سوما وقتی این بازی ها این ترفندها در جامعه باستا و عملی عینی نداره، خب بسیار طبیعیه که این باعث زیاد کینه، خشم، قهر مردم میشه. این حتی خیلی بسیار کارشناسی خود حکومتیشون دارن میگن. به طور نمونه همین چند وقت پیش خوندم محسن رنانی، یکی از کارشناسی حکومتی، تا یه نامه سرگشاده طولانی به خامنه ای میگه نظامش تمام مراحل سرنگونی طی کرده، فقط سقوط ساختارش مونده که روندش هم داره به سرعت طی میکنه. و میگه تیغه قیچی از درون و بیرون بر روی حاکمیت در حال بسته شدنه و یک حادثه کافی است تا دو تیغه این قیچی رو به هم برسونه. یعنی در اصل باید گفت دوران عوام فریبی گذشته. مردم به خوبی ماهیت استثماری و سرکوبگرانه این رژیم آگاهن. کسی که بیش از 50 نهاد رسمی کشور، از سپاه و صدا و سیما و تا انواع اقسام بنیادهای اقتصادی تا روزنامه کیهان و غیره دستشه، صدها هزار کارگر در گوشه و کنار مملکت مستقیم غیر مستقیم توسط او دارن مورد بهره‌کشی قرار میگیرن، مگه میتونه دیگه این مردم با این جملات و نمایش های مشمعز کننده فریب داد؟ بله، در یک کلام به نظر من باید گفت دیگه از دجالیت کاری ساخته نیست، اکنون زمان پس دادن حسابه. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما که در این برنامه با ما همراه بودین. منم تشکر میکنم از این فرصت که من داده شد.